من نمیدونم چه خجالتیه، چه داستانیه، چه حکایتیه در واقع که یه سریا خجالت میکشن نمونه کاراشون رو بذارن و ترس از دیده شدن دارن. سلام بچه‌ها، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. رسول لطفی هستم. خیلی خوشم میاد به چنل من. قبل از اینکه شروع کنم ویدیوتون رو حتما سابسکرایب کنین. اگرم سوال داشتین توی کامنت ها منتظرتونم. توی اینستاگرام هم بچه‌ها صحبت کردم و خیلیاشون از کمبود اعتماد به نفس به نظر من میگفتن که ما نمونه کارامون رو میترسیم بذاریم، ترس از اینکه قضاوت بشیم، ترس از اینکه نمونه کارامون خوب نباشه. و من معمولا واسه ویدیوها یک مقداری قبلش فکر میکنم، قبلش مثلا میام بالا پایین میکنم، مینویسم که چیا میخوام بگم، ولی واسه این ویدیو واقعا اصلا نیازی نیستش که بخوام برنامه ریزی کنم و میخوام تجربیات خودم بهتون بگم. توی داستان عکاسی خب ما چیزی به اسم هنر خوب یا هنر بد نداریم. یه سری چیزا رعایت میشه، یه سری چیزا رعایت نمیشه و در نهایت یک خروجی خوب یا یک خروجی بد در میاد. ولی بیاین سوال از جا شروع کنیم که الان این ستاپی که داریم میبینید ستاپ خوبی هست یا نه؟ شاید چند نفر بگن آره خوبه، شاید چند نفر بگن نه خوب نیست. پس یه داستان کاملا سلیقه‌ای و کاملا نسبیه. توی داستان خروجی گرفتن شما و گذاشتن نمونه کاراتون هم دقیقاً به همین شکله. شما اگر نمونه کاراتون رو بالا ندین، یعنی داخل اینستاگرام، داخل پلتفرم‌های مختلف یا هر جایی که قرار باشه دیده بشه، دیده نشه، نمیتونین متوجه بشین که کجای کار ایراد دارین. یعنی هولوش 7 سال پیش من تازه شروع کرده بودم، اینجوری بود که خب اینستاگرام اونقدری روی بورس نبود و ما تمام تلاشمون بود که عکسایی که میگیریمو بریم به دوستا و رفیقا و فامیلامون نشون بدیم. خب اونا میگن یه سریشون از روی حسادتشون بود، از روی عشقشون بود، از هر چیزی بود، نظر خودشون رو میگفتن. یه سری که اصلا اطلاعات ندارن، یعنی شما مثلا از یک قصاب سر محل نمیتونی بری بپرسی که مثلا این عکسی که من گرفتم خوبه یا نه. اون میتونه نظر شخصی خودشو بده و نمیتونه نظر تخصصی بهتون بده. ولی خب بالاخره یه سری چیزای زیبایی شناختی هستش که من به شخص میگم آقا یه عکس خوبه، یه عکس بده، یا یه سری چیزاش رعایت شده، یه سری چیزاش رعایت نشده، یا مثلا چشم رو اذیت نمیکنه. و برای شما که خیلی استرس راجع به این موضوع اصلا براتون مهم باشه که قراره یک نفر چی بهتون بگه. اینکه شما نظر افراد مختلف رو بشنوین میتونه خیلی توی مسیر کاریتون تاثیرگذار باشه. اینکه شما حالا یه سری عکاسی بکنین و نشونش ندین به کسی و فقط برای خودتون نگرش دارین، فکر می‌کنین که اون عکس‌ها عکسای خوبیه و قراره که دیگه مثلا شما خفن ترین دنیا بشین، ولی اصلا از این خبرا نیست. شما زمانی که پستش می‌کنین افراد مختلف با شخصیت‌های مختلف و سلیقه‌های مختلف اون رو می‌بینن و نظرهای مختلفی راجبش میدن. شاید شما از یه گل عکس بگیرین و به نظر خودتون و 1000 نفر دیگه اون گل خیلی خوب باشه، عکسش خیلی خوب باشه، نورش خیلی خوب باشه، ولی یک نفر بیاد بگه که نه این عکس خوب نیست. یه سری هم از روی حسادت میان میگن که این مثلا عکس بدیه، مشکل داره، اینجوریه اونجوریه، ولی کسی که یک مقداری پیشرفته تر شده، یک مقداری تخصص داره، یک مقداری عکس رو بلده، مطمئنا نمیاد به شما بگه عکس شما بد یا خوبه. فقط به شما میگه که ادامه بدین و همین کار رو انجام بدین تا بتونید خودتون ایرادات خودتون رو بگیرین. در واقع به نظر من سلیقه پیدا کردن توی هنر عکاسی یه چیزیه که توی مدت زمان زیاد اتفاق میفته. من الان که دارم فکر میکنم نسبت به مثلا 8 سال پیش، 9 سال پیش که داشتم عکاسی میکردم، عکسای خیلی شلوغ، خیلی ادیتای سخت، ادیتای چرت و پرت، مثلا چه میدونم قیافه های درب و داغون، همه اینا رو درست میکردم و برای اون موقع احساس میکردم که اون عکس‌ها خوبه و اگر نمیذاشتمش جای شیرش نمیکردم یا به کسی نشون نمیدادم نمیتونستم ایرادات کارام بگیرم. شما زمانی میتونید ایراد کارتون رو متوجه بشین که بقیه هم این رو ببینن و با نظرهای مختلف هم آشنا بشین و به گوشتون برسه. حالا یه داستانی بهتون بگم. زمانی که مثلا من دبیرستان بودم و تازه عکاسی رو شروع کرده بودم، به این شکل بود که همه دوستا و رفیقای ما میومدن میگفتن او تو عکاس خوبی نیستی، این چه عکسیه، فلان عکاس نگاه کن چه عکسای خفن تری میگیره و همه این داستانا هست. و الان که مثلا 9 سال گذشته از این داستان، همون عکاسایی که مثلا سرکوفتش به من میخورد الان دیگه اصلا کار نمیکنن، یعنی اصلا دیگه عکاسی نمیکنن. یعنی یه تایمی بود که مثلا اونها اومده من دوربین گرفته بودن، همینجوری چند تا عکس خفن گرفتن، اوکی به سلیقه‌شون احترام میذارم، به استعدادشون احترام میذارم، ولی دیگه کار نمیکنن و اون عشقی که میخواستن رو ندارن. ولی اگه مثلا حرفای بقیه اون موقع رو من تاثیر میذاشت، مطمئنا من دیگه عکاسی نمیکردم، شاید وارد شغل دیگه‌ای میشدم و دیگه به نظرم نمیتونستم این مسئله ادامه بدم و شما خفنا همراه من بشی. پس میگم یکی از مهمترین نکاتی که میتونم بهتون بگم اینه که اصلا توجه نکنیم به این قضیه که یکی بهتون میگه عکستون بده، عکستون خوبه، اصلا چه خوب باشه چه بد باشه. مثلا من تو دایره کلی پیام دارم، میام میگن که آی لطفی این عکس رو میشه ببینین، نظرتون رو میتونین بگین. الان مثلا من بگم اون عکس خوبه یا اصلا اون عکس بده، چه تغییری در مسیر تو اتفاق میفته؟ اگر بگم بده، دو تا راه داره، یا تو باید اونقدر پررو باشی که به من اثبات کنی که نه این عکس خوبه و تو عکس‌های بعدی هم بهتر قراره بشم، یا اینکه کلا این کارو بذاری کنار. و اگرم بگم خوبه، میگی خیلی خوب من دیگه خوبم دیگه، من دیگه مثلا رسول لطفی به من گفته عکس‌ها خوبه، این عکاس به من گفته عکس‌ها خوبه، پس دیگه من تو همین سطح بمونم. اصلا قرار نیست اینجوری باشه. شما فقط باید ادامه بدین. اگر بتونین اون مسیر رو به صورت مداوم ادامهش بدین، مطمئنا عکساتون روز به روز بهتر میشه، روز به روز ادیت های بهتر یاد میگیری، روز به روز سلیقه های بهتر پیدا میکنی و روز به روز میتونی خفن تر از قبل باشی. حالا یه چیزی هم الان یادم اومد، مثلا 5-6 سال پیش که تازه مثلا عکاسی دیگه من خیلی صفر چسبیده بودم و شروع کرده بودم، خیلی از دوستای من از روی حسادتشون میرفتن با یه عکاس دیگه کار میکردن. عکسای تولدشون بود، عکسای خودشون بود، عکسای فامیلاشون بود. یه جوری میرسید که رفتن پیش یک عکاس دیگه‌ای و پیش من نمیومدن. اوکی؟ و الان که دارم میبینم، شاید اون موقع ناراحت میشدم، میگفتم چرا مثلا کاراشو به من نداده. الان که دارم میبینم، وقتی که میرم تو کانتکست گوشیم و افرادی که دور و برم هستن رو میبینم، عکسای پروفایلشون رو همه رو من گرفتم، پستای اینستاگرامشون رو همه رو من گرفتم و همه اینا توی 1-2 سال اخیر اتفاق افتاده. پشتش 7-8 سال تلاش بوده، پشتش 7-8 سال حرف شنیدن بوده و باید به این نکته برسین که حرف بقیه نباید براتون ارزشی داشته باشه و باید مرحله به مرحله ادامه بدین و هر چقدر بهتون گفتن عکستون بده، بگین اوکی کجاش بده بهترش میکنم، کجاش بده بهترش میکنم. یه سری از روی حسادت میگن، اونا رو ولش کنین. یک سریا که فکر میکنین با شما زاویه‌ای ندارن و اصلا مشکلی باهاتون ندارن و براشون فرقی نمیکنه که عکس شما خوب باشه یا بد باشه، اونا میتونن نظر واقعی رو بهتون بدن. و برای صحبت آخرم بخوام بهتون بگم، شما برای اینکه مشتری بگیرین، برای اینکه نمونه کار خوب داشته باشین، باید نمونه کاراتون دیده بشه. تا زمانی که نمونه کاراتون دیده نشه، اصلا کسی سمت شما نمیاد، چون اصلا فکر میکنن شما عکاسی نمیکنین. یه زمانی من نمونه کار نمیذاشتم و فقط آموزش عکاسی میذاشتم و هیچ گونه دریافتی مشتری عکاسی برای من نبود. ولی الان که مثلا یه سری نمونه کارامو دارم ریز ریز میذارم، معمولا یک سری مشتری وارد پیج من میشه و دوست دارن نمونه عکس‌هایی مثل نمونه عکس‌های من داشته باشن و میتونن ثبت سفارش کنن و عکاسیشون رو انجام بدن. شما هم دقیقاً باید همین روند رو پیش ببرین. سعی کنید از نمونه کاراتون، از بیفور افتراتون، از پیشرفتتون مرحله به مرحله ویدیو بگیرین، عکس بذارین و نشون بدین به بقیه که تونستین چه عکسی رو به چه عکسی تبدیل کنین، چه تنظیماتی رو به چه تنظیماتی تبدیل کنین، چه نورپردازی رو چجوری بهترش کنین و سعی کنین که همیشه آموزش رو به بقیه هم بدین که بتونه برای اونا هم یه کمکی بشه. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگر این نکاتی که بهتون گفتم به دردتون خورد، حتما این ویدیو رو لایک کنین. دمتون گرم. خداحافظ.